درود پارسی به تمام پارسی زبونا، خوش اومد به کانال یزدان پناه و قافیه مومن. امشب اومدیم با یه اکسپلور سمی کنیم، سمی خونا سمی خونه دو نبیارم بالا. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام همون هم میاد بالا، حتما حتما فالو داشته باشید. لیتس بو، فقط برای اینکه روی اینا کم خب به خدا خوش تولد کوچیکی بگیره بنده خدا. آه تولد 28 سالگی میره این شخواهد اومده می آتیش بندیه ریز با کنه. ممنون آجی. موتورا درگیره. مدفونه موتوره دوازده دوست هشت سالگی کم نشد، ولی پرشم گفت مرسی که تو 28 سالگی هنوز انقدر باحالی. تولدت مبارک. همین هم میتونم بگم. همچینی روک نشسته بود جلو من داشتش میگم آره بابات میرفت دندوش میگرفت میابرد میداد من میخوردم برو بندازم. بابا مادر من دیگه نخوردم که نخورده اینقدر خورده بودی میگن تا یه هفته خونه بو میداده. والا خدا پله میگم مامان پله دوتا پله میپریدم بابا مامان باشه دیگه من به دنیا اومدم 20 سالم که اینا رو برات تعریف نکن. نه اصلا راه نداره. ببین میرفتم با میستادم بالای دیوارچه خالتینا خونه بغلی اینجوری میپریدم پایین. بابا من فردا چک دارم، یه ذره به من پول قرض بده، من پس فردا دو برابرشو بهت میدم. بابا به خدا الان ندارم. دو برابرشو میدم. نمیدی دیگه. نمیدی دیگه. ندارم الان. باشه. هرچی پول داری رد کن بیار. بابا منم بابا تو خیلی دیگه گزخونی. یه همچی چیزی لطفاً یه همچی چیزی تو بفرستید واسه پدر مادر. چند روز پیش ما رفیقمون اومد یه برادرزاده داره 9 سال 10 سالشه، گفتیم چه خبر؟ گفت دیروز داشتیم مسائل جنسی و زناشویی براش توضیح میدادیم. گفتم گفت روانشناسش گفته بود که الان سنشو باید توضیح بدی. من دفعه اولی که فهمیدم تو کوچه 14 سالم بود، داشتم فوتبال بازی میکردم، نشسته بودم، میدونستم چیا و نمیستم بچه دار میشم. با داوود رفیقم بغلم گفت سعید میدونی مطالعه چیه؟ گفتم آره داداش. گفت میدونستی بابات مامانتو مطالعه و اینا تو به دنیا آمدی؟ گفتم چی گفتی بیناموس؟ بابای من ببین این بچه لاغرم بود، من کله اینو گرفته بودم با مش میزدم صورتش توی جوب. میگو داداش به خدا بابای منم مامان منو مطالعه، بابای همه مامان همه رو، چرا میزنی تو؟ زنگ زدم دایی 2-3 سال بزرگتر، گفتم این داستانه راسته واقعا؟ میگو آره من نمیدونستی. حال بعد بابا رو میدیدم اصلا میرفتم معلم دینی صحبت میکنم، میگفتم بابا این لاشی خودش فلانه، اون ور نگام یاد هر کسی رو میدیدم والا بعد یارو نماز میخون، میگفتم چه نمازی تو میخونی؟ بگید یک سری چیزها رو باید توضیح بدید، خجالت نکشید. داوود و بنده خدا چه گناهی داشت دست نهاد کتک بخوره؟ من با 40 جلسه تراپی اون اثر هنوز از روم ابین نمیره. بگید برای بچه‌هاتون توضیح بدید، نذارید مثل ما گاووار بیام. خیلی روچ بگم چون من هیچ رو درواسی با عشقی ندارم، پسر خاله دارم، این خیلی خونگیه، میشناسیش؟ آره همونی که من داخل این بازهای کثیف خانوادگیتون نکن. خیلی خونگیه، بعد مثلا یه سری کارهایی میکنه، یه سری حرفایی میزنه که من تو اون سنی که بودم جرأت شو نداشتم تو خونه مثلا بخوام یه همچین حرفی بزنم. 20 جاری تو خیابون و آره کوچه و اینا بودم، یه لحظه تو خونه مثلا یه چی ادنو میپرید ساعت ها منو میزدن، بعد مثلا حالا میبینیش یه سری حرفا رو میزنه که من الان تو این سن میبینم داره اون حرفا رو میزنه، مثلا من خجالت میکشم. ما ده بودیم، ما 70 یاد، یه از 70 به بعد 80 یاد یه
وضعشون تو این مورد دیگه حداقل خوب شد. نسل مثلا 70 یا دیگه کلن بدبخت بودیم. ببین این خیلی عجیبه. توی سال 2015 ترکیه هواپیمای جنگی روسیه رو سرنگون میکنه. روسیه هم در تلافی به سفارت ترکیه سنگ پرت میکنه. خب تا اینجا هیچی عجیب نبود، ولی از اینجا به بعد ترک هم توی حرکت رونالدینی میرن به سفارت هلند حمله میکنن، چون پرچم هلند رو با پرچم روسیه اشتباه میگیرن. ولی داستان به همینجا ختم نمیشه. حالا تو سال 2017 رئیس جمهور ترکیه میخواست به هلند سفر کنه. هلند هم که فراموش نکرده بود سال 2015 چه اتفاقی افتاده، اجازه فرود هواپیمای رئیس جمهور رو نمیده. در تلافی این اتفاق هم ترک ها میان پرچم فرانسه رو خیابون رو با عصبانیت آتیش میزن، چون که پرچم فرانسه رو با پرچم هلند اشتباه گرفته. یه ازدواج چه چیز گوییه، باد میخوابه، باد غذا میخوره، باد میاد همون، یه دو دقیقه ولمون کن ببینیم داریم چه گویی میخوریم خاری. آخو میگادم دختر اومد. دادا چرا یه رنگی میگویی؟ دادا چه بادیه؟ دارم به قرآن چه که توی زندگی؟ زفادی بود. بسان زفاد مقیم آمریکا بودن، شدم آلمان. لندن. چرا ولم نمی کنی؟ چرا نمیذاری راحت باشم؟ بلکنم به چشات اتصالی کرده، خراب شده. چشام چیکار کرده؟ چشات درست همون کاری رو با هم کرد که جمهوری اسلامی سال 58 با سفارت آمریکا کرد. نکن این کارا رو، من زنم میشنوم. شوهرم میکنم عاشق میشم، بعد اگه نباشی میمیرم. مردنی که اتفاقی باشه بخشی از طبیعته. من میخوام انتخابی برات بمیرم. خواهش میکنم تمومش کن، من میمیرم لعنتی. یالا به قولت عمل کن. چه قولی؟ الان درست 3 سال و 216 روز و 12 ساعته که صدا. اصلا فکرشو نکن. خواهش میکنم اصلا برای آخرین بار نازل نکن دیگه. بکن دیگه منم چی گندگوی خورده. برو بلانشو بلانشو تا خمستای خجالت بکش تا خمستای. تمام زمان یک چکی میدنن که تو لوله دماغت خون در بیاد. مادر تماس گرفته باسیه تماس بگیرن. یه بیسکویت بخوریم. آره. A few moments later. آقا من آخرین موجودی. نه این قبض تو اول بگی. 3 میلیون افضل بنده تو من کارت من کشیدن. بدبختشون میکنم، بیچارهشون میکنم. بابا یه دقیقه آروم باش، اینا سیستمی هستن، اینجوری نمیشه. بدبختشون میکنم، فکر کردن یاله بشه خبریه. بابا یه دقیقه نفس بگیر، یه دقیقه نفس بکش ببینم چی شده. من آتیششون میزنم، بعد اینا پولم ها اونا چجوری بگیرم. یه ثانیه سب کن، من الان زنگ میزنم. مگه تو اصلا شمارهشونو داری؟ جانم بپرس سوالتو، سرویس کردیم آره، چیه بپرس. عشقم میگم مثلا اگر یه موقع اسرائیل ایرانو بزنه خب. بعد یه خمپاره بخوره به دست من یه دست من قطع بشه، تو هنوز منو دوست داری؟ بله عزیزم، معلومه که دوست دارم. اصلا اون موقع حمایت بیشتری احتیاج داری، من کنارت هستم. خب اون وقت یکی دیگه بزنه بخوره به یه پام چی؟ بیناموس، برای چی باید دوبار تو رو بزنه؟ دبیر کل حزب الله رو یه بار زدن، عماد بخیه هم یه بار زدن. تو کی هستی که اسرائیل دوبار ترورت کنه؟ ولی بکن با این سوالاته. صداش برات آشنا نبود. چرا؟ ولی همونی که میگه همون قدری که رفیق لاشی بده رفیق خوبم بده. امیر جان آره اوکی اوکی همون موقع شناختم صدا. ولی خب بعد گیر میدن. آقا این گیر رو چیه میدین؟ آقا به زندگیتون برسید. خیلی خب رفقا، دمتون گرم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشین و شاد شده باشین. حتما لذت ببرید، حتما شاد بشید، چون میخواین به خاطرش لایک کنید. سعی کنید که خودتون یه جوری با زحمت میکشیم، خودتون یه جوری دیگه باش یه کنار بیاین. آره لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. شاد باشید و شاد زندگی کنید، حالا دور از تمامی اینا. و اینکه تا ویدیوی بعدی، بدرود پارسی.